خاک کف پای حسین است، سرم خاک کف پای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است. قبره فی قلوب من والا و 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 قبره فی قلوب من والا در زانی خوبان عالم، بهشت در زانی خوبان عالم، بهشت من تماشای حسین است، بهشت من تماشای. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین. السلام علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا حسن ابن علی ایها الشهید یا ابن رسول الله و رحمت الله و برکاته. با عرض سلام و ادب و احترام در خدمت شما هستیم با برنامه سلطان کربلا، ایام ولادت با سعادت سبط اکبر امام حسن مجتبی سلام الله علیه. خب بحث این شبهای ما موضوع امام حسین علیه السلام و قرآن بود. در این ایامی که متعلق به آقا امام حسن مجتبی سلام الله علیه است و نسبت به این بزرگوار کمتر صحبت گفته میشه، کمتر صحبت میشه، فضائل اون عزیز، مقامات الهی اون عزیز، آیه ای رو مورد بحث قرار دادیم، آیه‌ای بسیار مهم در قرآن که امامت الهی امام حسن و امام حسین صلوات الله علیهما و همچنین بقیه ائمه از امیر المؤمنین سلام الله علیه که قبل از این دو بزرگوار هستند، پدر این دو بزرگوارند، تا وجود نازنین حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف رو در بر میگیره. خدای متعال در قرآن کریم میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. عرض شد یک سری مباحث مقدماتی ضروری است ما راجع به قرآن بدانیم، که عرض شد قرآن کریم چون برخی از کسانی که راهشون غیر از راه اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین هست و این قطعا برخلاف عقل، چون اگر هیچ نصوص دینی بر افضلیت اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین، امامان معصوم سلام الله علیهم اجمعین نبود، هیچ دلیل نقلی نبود از قرآن و روایات، اگر کسی فقط سیر در تاریخ این بزرگواران میکرد عقل او 100% حکم میکرد اینها برترین هم. یعنی قلب ناخودآگاه میگو باید شما پیروی از اینها بکنید، جای شک نداره، جای تردید نداره، اینها افضلن از حیث خلق، اخلاق، سیما، جمال، از هر حیثی، مقامات علمی. فقط و فقط
همون تاریخ صحیح این عزیزان هر عقل و هر انسان آزاده و هر انسان عرض میشه که بی تعصبی که در این وادی قدم برمی‌داشت و مطالعه میکرد او رو رهنمون میکرد که باید از اینها متابعت کنی، باید اونها رو الگو قرار بدی، یه امر مسلم و قطعی است. اما وقتی که مراجعه میکنیم به آیات الهی، به روایات، میبینیم الا ماشاءالله در این باب سخن گفته شده که عرض شد اشاره به حدیثی که این حدیث حجت بر تمام مسلمانهای عالم. گاهی یک حدیثی در مباحث علمی که مطرح میشه حدیثی ممکنه قرائت بشه، اون طرف مخالف بگه آقا ببخشید این مربوط به منابع شماست و ما که قبول نداریم منابع شما رو، عرض میشه که باید یک چیزی برای ما حجت بیاری که در منابع خودمونم باشه. لذا در وقت عرض میشه که محاجه بر مخالف باید که ادله آورده بشه که برای اون هم حکم حجت داشته باشه. و در این باب این حدیث از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتا جاهلیه، این حدیث حدیث عظیمی است. واقعا عرض میشه بسیاری از مشکلات رو حل میکنه، بسیاری از حقایق رو رو میکنه این حدیث شریف. چقدر مباحث مطرح میشه که فلان کسانی که در اسلام اسمی داشتن، رسمی داشتن، حتی اینها حکومت داشتن به عنوان خلیفه پیامبر، خب اینها مثلا اسناد معتبری آمده است، اینها چنین کردن، چنان کردن، هجوم به خانه پیغمبر آوردن و فلان. هیچ جای شک و تردید ندارد. همین حدیث میتونه کار رو مشخص کنه. این که خدای متعال جلت عظمته در هر عصر و زمانی امامی معصوم به عنوان خلیفه و جانشین پیامبر قرار داده، این ملاکه. هر کسی با این ملاک قابل تطبیق، قبول به او، ایمان داره، راه و روش او رو رفته، خب او قبول از نگاه دین. اگر نه کار مشخصه، پیامبر مشخص کردن، جای بحث نداره. امر از هر من الشمس. عرض شد که نسبت به امام حسن سلام الله علیه و امام حسین سلام الله علیه این آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، این دو بزرگوار هم جزو مصادیق اولی الامر هستند، یعنی اطاعت اونها عیناً مانند اطاعت خدا و رسول است. خب یک صحبت هایی هم اینجا داشتیم در جلسات گذشته که به اونها دیگه فرصت نیست، نمیشه اشاره کنیم، دوباره تکرار کنیم، اما به طور خیلی خلاصه باز با بیان نکته های اونها هم روشن میشه. ضمن نکته ها اگه بیان کنیم انشاءالله روشن میشه و اگر لازم بود توضیح بیشتر و اشاره به مباحث مقدمات هم مقدماتی هم خواهم کرد. خب این که امام حسن قبل از اون بزرگوار امیرالمؤمنین سلام الله علیه، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین سلام الله علیه تا وجود نازنین امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، یعنی 12 نفر فقط اینها جزو مصادیق اولی الامر قرآن هستند، اطاعتشون عین اطاعت خدا و رسول است. خب نکاتی در اینجا هست که اشاره کنیم انشاءالله. و عرض شد که باید نسبت به اخذ از قرآن و معارف قرآن باید مبین قرآن هم باشه و الا باب بازه، هر کسی هر جور دلش خواست میتونه از قرآن استنباط کنه و قطعا قرآنی که کتاب هدایت خدا این رو نخواسته و راه رو معین کرده. با این نکات انشاءالله بیشتر مشخص میشه. خب نکته اول، بجز این آیه شریفه که اطیع الله و اطیع الرسول داره، اطاعت خدا و اطاعت رسول، در آیات بسیار دیگر هم آمده که اطاعت از الله تبارک تعالی و رسول، اینا در کنار هم اومده. پس بنابراین که حالا برخی هم گفتن 10 آیه است، حالا بیشتر و کمتر لازم داره که انسان دقیقا مراجعه کنه عدد دقیق رو بگه. آیات بسیاره در این باب. خب
از این آیات شریفه که اطاعت الله تبارک و تعالی و اطاعت رسول صلی الله علیه و آله اینها با هم آمده، انسان میفهمه که اطاعت از رسول صلی الله علیه و آله همان اطاعت از خداست. و نمیتونیم، یک مسلمان نمیتونه کسی رو مطیع خدا حساب کنه که از رسول اطاعت نکنه به حکم این آیات شریفه. تصریح هم داره، من یطع الرسول فقد اطاع الله، کسی که اطاعت از رسول کنه قطعا از خدا اطاعت کرده. پس بنابراین این دو قابل انفکاک نیست. از اینجا حکم اینی که فقط قرآن ما رو بس است روشن میشه. پس به حکم قرآن این مردوده. پس اگر کسی گفت ما فقط و فقط از قرآن دلیل میخواییم راجع به امامت و امامتم اولی الامر، یا عرض میشه که آیه ولایت یا آیه ابلاغ یا آیه اکمال، اینها ربطی به امامت ندارد چون تصریح ندارد، این حرف به حکم قرآن 100% باطله. چرا؟ چون قرآن میگه اگر اهل رفتن به مسیر هدایت هستی، خود قرآن آیات بسیار در کنار اطاعت الله رو اگر میخوای اطاعت رسول هم بغلشه، این دو باید با هم باشن. لذا عرض شد یک نکته ای که بحث راجع به جامعیت قرآن، اگر پیامبر رو از قرآن جدا کنیم بخش اعظمی از احکام اینها کنار میره و باید این مبین باشه در کنار قرآن. اینها یک امر مسلم و قطعی است که عرض شد که حالا چرا خدای متعال جلت عظمتو به چنین شیوهی بیان صفت در قرآن امامان معصوم صلوات الله علیهم اجمعین به این کیفیت بیان فرموده، که محققین بزرگان مطالبی رو ارائه میدن، از جمله بحث اداوت رو مطرح میکنن. و اگر کسی سیر کنه در تاریخ ببینه چه اداوتی با امامان معصوم صلوات الله علیهم اجمعین بوده نسبت به امیرالمؤمنین در عصر پیامبر، این مسئله میگه بله وجه خوبی است که خب هر کسی وقتی که گوهری رو در خطر ببینه و از اون طرف هم باید به خلایق ابلاغ بشه، قرآن کتاب هدایته، برای هدایت بشره، باید اونها رو رهنمون بشه، اونم نسبت به یک امر عظیم و مهم، بحث رهبری جامعه، بحث رهبری بشر، نسبت به اون ساکت بمانه. که عرض شد آیات قرآن بیانگر این است که قرآن جامعیت داره، برای همه چیز دستور داره. گاهن این دستورات به صورت کلی بیان شده، چه کسی باید تفاسیر رو بیان کنن، چه کسی باید تعویل رو بیان کنن. قرآن ظاهر و باطن داره، راسخون در علم چه کسانی هستن که قرآن فرموده. پس باید مقداری حسب خود دستور قرآن با تدبر، با تأمل، با تحقیق انسان بیاد تا برخی از گوهرهای قرآن رو بدون تدبر و تحقیق نمی شود به دست آورد. باید مطالعه کرد انسان با عقل و بدون هر گونه تعصب ببینه بله از خورشید روشن‌تر بحث امامت در قرآن کریم. فقط باید این پرده های ظلمانی، پرده های تعصب، پرده های غفلت، پرده های جهالت کنار برن، انسان مراجعه کنه به آیات الهی و به حکم آیات الهی اطاعت پیامبر رو هم در کنار او داشته باشه و فرمایشات پیامبر رو ببینه، اینه چقدر قضیه واضح و روشنه. خب پس آیات بسیاری هم تأکید دارن که اطاعت از پیامبر هم اطاعت از خداست. پس نمیتواند کسی بگوید فقط قرآن ما رو بس است و به پیامبر نیازی نیست، به احادیث پیامبر نیازی نیست، به سنت پیامبر نیازی نیست. این راهیست غیر از راه الله تبارک و تعالی، چون راه الله اینه، من یطع الرسول فقط اطاع الله، اطاعت از پیامبر عیناً اطاعت از خدای متعال، به تحقیق که اطاعت از خدای متعال کرده. این ملاکات رو باید در نظر داشته باشیم، یعنی اون ملاکات اصلی و مهم و کلی از قرآن وقتی در اختیار انسان و هر مسلمانی باشه، نسبت به افراد، نسبت به شخصیت ها، حالا از صحابه پیغمبرن، از کسان دیگه هستن، اون ملاک الله تبارک و تعالی روشنه، بدون هیچ تعصبی، بدون هیچ اغراض شخصی، بدون هیچ سر سوزنی تعصب انسان ارائه میده، از صحابه پیغمبرن، مانعی نیست،
خلیفه پیغمبر بوده مانعی نیست، ارجاع میدیم به قرآن و رسول خدا، ببینیم با این دو ملاک قطعی و مسلم دین که پیامبر هم و آیات الهی اهل بیت رو هم جزء این قرار میدن طبق آیه شریفه، با این سه تطبیق داد، خب نه مشخصه، هیچ جای تعصب و بحثی نداره و کاملا مسئله روشنه. میان برنامه ای رو ببینیم و بازگردیم انشاءالله، ادامه بحث رو در خدمتتون باشیم. عرض سلام مجدد در خدمت شما هستیم با برنامه سلطان کربلا. خب ایام متعلق است به آقا امام حسن مجتبی سلام الله علیه و عرض شد راجع به بحث این پیشوایان معصوم، یکی از مباحث بسیار مهم مربوط به اونها امامت الهی اونهاست که این بزرگواران امام حسن خلیفه پیامبر خدا بعد از پیام عرض میشه خلیفه خدا بعد از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله، و این نکته بسیار مهمه، بحث آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم مطرح شد که عرض شد امام حسن سلام الله علیه جزء مصادیق اولی الامر هستن، اطاعت از ایشون عین اطاعت از خدا و پیامبر است. نکاتی بود که اینها رو عرض میشه که به صورت خلاصه انشاءالله بشه بیان کنیم. نکته اول اینه که اطاعت از خدا و رسول با هم آمده در آیات بسیاری و کسی نمیتونه که بگه من خدا رو میپذیرم ولی از پیامبر تبعیت نمی کنم. این مورد قبول نیست و نمیتوانیم کسی که اطاعت از پیامبر نمی کند رو اون رو عرض میشود که مطیع خدا بدانیم، چون آیه صریحه قرآن دلالت دارد من یطع الرسول فقط اطاع الله. نکته دوم این است که اولی الامر کسانی هستند غیر از پیامبر، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اما یک جایگاهی داره قرآن برای اونها بیان می‌فرماید که اطاعت از این عرض می شود گروه از این اولی الامر عین اطاعت رسول و خداست. یک جایگاه بسیار مهمی رو برای اونها بیان میکنه که اطاعت اونها در کنار اطاعت از پیامبر، عین اطاعت از پیامبر است. خب به عبارت دیگه این اولی الامر از نظر اطاعت هم رده و هم سنخ با پیامبر هستند صلی الله علیه و آله. این نکته دوم. نکته سوم این است که این آیه قرآن هرگز نسخ نشده، یعنی این که بگیم بعد از نازل شدنش یه آیه دیگه اومده و مدت زمان عمل به این آیه تمام شده، منقضی شده، نخیر، نسخی هم پس برای این آیه نیست، پس اختصاص به زمان و امت خاصی ندارد، الالعبد جاریست حکم آیه شریفه، پس در هر عصر و زمانی باید یک صاحب امری باشه و شرط هم برای این اطاعت ذکر نشده. اینم نکته مهمی است، چون در قرآن داریم برخی از
عرض میشه که نکته بعدی این است که در آیات الهی دستور مطلق و بی قید و شرط مانند این چنین دستور نداریم، منحصر اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم بدون هیچ قیدی. این نکته خیلی مهمه که قرآن و پیامبر اینقدر محکم و بی قید و شرط به عمل کرده یک گروهی صحه بگذارن. قطعا جایگاه اونها یه جایگاه بسیار رفیع و مهم و بزرگی است. در قرآن داریم یک محدودیت هایی رو برای اطاعت مشخص میکنه قرآن، ولا تطیعوا امر المسرفین، فرمان افرادگرایان رو پیروی مکنید. نسبت به پدر مادر که اینقدر توصیه هست به اونها یه عفو هم انسان نگه، نسبت به اونها با نهایت اخلاق نیک، و ان جاهداک لتشرک بما لیس لک به علم فلا تطعهما، اطاعت نکن از اونها در امری که خلاصه نسبت به چیزی که بخوای شرک با خدا قرار بدی، اطاعت نکن، قید میزنه. روایات بسیاری هم ما داریم که فرمودن لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اطاعتی نیست برای مخلوق در چیزی که، اطاعتی نیست از کسی که خلاصه این معصیت خالق رو امر میکنه. یعنی اطاعت مطلق از کسی نداریم جز در اوامر و نواهی الهی. امر الهی است، اطاعت میشه. برخلاف اوامر الهی است، پذیرفته نیست به حکم قرآن. لا طاعت لمخلوق، اطاعتی نیست برای مخلوقی فی معصیت الخالق، در معصیت خالق. و وقت این اولل امری که اطاعت مطلق داده شده نسبت به اون، نکته مهمه. از مسند احمد ابن حنبل هم نقل میکنن که از رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسیدن اگر فرماندهانی بر ما بودن که به سنت شما عمل نمی کردن و دستور شما رو اجرا نمی کردن، در برابر دستوراتشون چه کنیم؟ پیامبر فرمود نباید اطاعت کرد از کسی که از خدا اطاعت نمی کند. پس این نکته که اطاعت هیچ کس به جز خدا و رسول و اولی الامر در قرآن و روایات مطلق نیست، چنین اطاعتی برای احدی نیامده، اولی الامر باید معصوم باشن. چرا؟ چون محال خدا امر کنه به اطاعت از کسانی که اونها چیه؟ معصیت کنن و امر به معصیت بدن. و تمام تفاسیری که عامه بیان میکنن در تفسیر اولی الامر، تمام اونها منتهی به این میشه، یعنی اون افرادی که میگن اونها خلاصه معصوم نیستن. و میبینیم در تمام زندگی عرض میشه که حاکمان اسلامی که بودن در گذشته، اینا هیچ کدوم معصوم نبودن. پس بنابراین اینجا این نکته رو میخواد بگه که در روایاتی هم داریم در ضمن این، در ارتباط با آیه شریفه، که بیان کردن این است و جز این نیست که خدا امر فرموده به اطاعت پیامبر، چون اون معصومه، مقام عصمت داره و همچنین به اولی الامر امر شده، علتش عصمت اونهاست. و الا اصلا درست نیست که خدا امر بفرماید اطاعت بدون قید و شرط، بدون چون و چرا، از کسانی که معصوم نباشن. اگه معصوم نباشن پس انسان گرفتار میشه به یک اوامری که در معصیت خداست و واجب هم هست اونو انجام بده. این درست نمیشه. نکته بعدی اینه که در هر زمان باید یک نفر وجود داشته باشه. عرض شد که نسخی نیامده بر آیه، قید و شرطی هم نداره. برای همه عصرها و زمانهاست این آیه. بیان میکنه که در هر عصر و زمانی یک نفر هست که این صاحب امره و در همه دورانهای بشر هست یک همچین انسانه که اطاعت از او عین اطاعت از خدا و پیامبره. عرض شد که این هم تبیین شده در منابع ما که بلا شک و شبهه همه قائلن که اولی الامر مراد امامان معصوم صلوات الله علیهم اجمعین هستن. در عرض می شود که زیارت جامعه کبیره اونجا داره، زیارت های معتبر ماست. یکی از صفاتی که در خطاب ائمه علیهم السلام به زبان می آوریم عبارت از اولی الامر
که اول الام خود ایشان هستن و در احادیث مکرر از خودشون هم هست که فرمودن ما هستیم از پیامبر خدا، که روایات بسیاری که مشخص کردن معین فرمودن یک به یک اول اونها امیر المؤمنین است و آخر اونها حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. یک به یک امامان رو پیامبر مشخص کردن که حدیث جابر دیشب اشاره کوتاهی به اون شد، یک به یک اسمای امامان آمده. عرض میشه که پس بنابراین امیر المؤمنین، بعد امام حسن سلام الله علیه، بعد امام حسین سلام الله علیه، امام سجاد و یک به یک امامان تا امام زمان. این تفسیری که راجع به اولی الامر میشه مطابق با آیه تطهیره که همه متفقن در شأن اهل بیت، بیانگر عصمت اونهاست. باز این تفسیر که اولی الامر فقط امامان معصومن، پس مطابق با آیه تطهیره، مطابق با آیه ولایت سازگاری داره و همچنین روایت متفقون علیه ثقلین که تمسک به این دو باعث نجات شما هست، اما مطابق با عرض میشه و همچنین مطابق با احادیثی است که در صحیح بخاری و صحیح مسلم اومده، اونجا تصریح به 12 امیرا شده یا 12 خلیفه یا 12 رجلا، با این هم مطابقت میکنه. این 12 تا امیری که پیامبر میفرماید، 12 خلیفه، 12 مرد، این مطابقت میکنه با این احادیث و غیر از این هم کسی نمیتونه دلیل دیگه بیاره که دیگران هستن. مطابق حدیث ثقلین که تمسک به قرآن و اهل بیت علیهم السلام راه نجات از گمراهی است، مطابق آیه ولایت که شیعه و سنی اون رو در شأن امیرالمؤمنین سلام الله علیه میدونن، ولایت به جز الله و رسول برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه و سایر جانشینان پیامبر که مانند امیرالمؤمنین سلام الله علیه هستن منحصر به اینهاست و ما روایات معتبر داریم که برای هر یک از معصومین این برنامه که در حال رکوع تصدقی بکنن و زکاتی بدن، این ثابت شده است. بنابراین اطاعت محض منحصر به خدا و رسول و جانشینان او فقط منحصر به اینهاست. خب نکته بعدی و نکته آخر این است که تفاسیر عامه اشاره ای شد، اون تفسیری که برای اولی الامر بیان میکنن این تحیر آفرینه، یعنی انسان رو به یک معنای درستی نمیرسونه که لااقل عقل بپذیره، همه با هم در تناقض، جمع کردن چجور ممکنه، چجور میشه تطبیقش داد با آیه قرآن، اونم اطاعت مطلق. دلیلی ما برای پذیرش این تفاسیر از قرآن و روایات نداریم. ببینید کلام خداست، میخواییم بگیم خدای متعال این اراده رو فرموده، فقط 12 امام، باید ما دلیل داشته باشیم. عرض شد امر پیامبر عین امر خداست به حکم آیات الهی، تبیین کردن آیه رو و به حکم عقل که انسان در زندگی اونها سیر میکنه و میبینه مقام علمی اونها، مقام عصمتشون رو و احادیث و روایات معتبر از فریقین که حالا در صحاح عرض شد که اون اشاره به 12 نفر داره که مهمه، فقط با این میشه سازگاری داشته باشه، و روایات ما که به صراحت یک به یک مشخص کردن. در این حال میدونیم خدا قرآنی که نازل فرموده این برای هدایت بشره و باید راهی رو برای شناخت معانی و دور شدن از شک و گمان و تحیر خدا خودش بگذاره. با مراجعه به همین آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، بعد راجع به تنازع با مراجعه به همین آیه می‌بینیم که باید الان اگر اختلافی شد در این امر ما مراجعه به خدا و رسول کنیم و با مراجعه به خدا و رسول انسان چیه؟ میرسه به این است که مراجعه به الله در قرآن انسان فحص کنه، مراجعه به رسول در سنت قطعیه ایشان، احادیث و روایات به معنای دنبال معنای اولی الامر باشه انسان. بعد از فحص انسان میبینه همونطور که بیان شد اولی الامر عبارت از جانشینان معصومه
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله، اینها خلفای برحق هستن، خلفای الهی هستن بعد از رسول خدا و اولو الامر قرآن اینها هستن. اولشون امیر المؤمنین علی علیه السلام، دوم امام حسن مجتبی، سوم امام حسین علیه السلام، عرض میشه چهارم امام زین العابدین سلام الله علیه، امام باقر، امام صادق، امام موسی بن جعفر، امام علی ابن موسی، امام محمد ابن علی، امام علی ابن محمد، امام حسن ابن علی و آخرینشون امام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. با تبیین عرض میشه که استفاده از روشنگری های قرآن و تبیین پیامبر در کنار هم گذاشتن آیات دیگه، آیات تطهیر، روایاتی که در این باب هست و به حکم عقل که غیر از معصوم نمیتونه این جایگاه رو داشته باشه، انسان پی میبره و یقین پیدا میکند که اولی الامر قرآن امامان معصوم هستند. لذا امام حسن سلام الله علیه هم مصداقی از مصادیق اولی الامر هستند و اطاعت از ایشون واجب بوده بر تمام مردم اهل زمانشون و ملاک راه خدا و برای فهمیدن اون و حقانیت فرد و یا اون گروه این است که ببینیم با این معصومین مطابقت دارند یا ندارند. خب امیدواریم خدای متعال توفیق بدهد و بیشتر بتونیم مباحث امامت رو پیگیر بشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.